پینت بال اسم ورزشی که بازیکنای دو تیم باید سعی کنن حریف خودشونو با گلوله‌های رنگی که از این تفنگا شلیک میشه مورد هدف قرار بدن و از دور خارج کنن. اما از اونجایی که این یه ورزش گرون به حساب میاد، امروز ما می‌خوایم با چستومن یه تفنگ پینت بال بسازیم و تستش کنیم و ببینیم میتونیم توی خونه پینت بال بازی کنیم یا نه. پس تو آخر ویدیو با من همراه باشید. اما قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید. نفسم بند و بد. تو هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشه که میام ویدیو جدیدمون رو. سلام فرسادی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ویدیویی که قرار امروز بزنیم جر بدیم. نه جدی، امروز قرار بزنیم همه چی رو بهتر کنیم. می‌خوایم جر بدیم واقعا، چون می‌خوایم تفنگ پینت بال بسازیم. و خب شاید پیش خودتون فکر کنید که خب مگه مرگ داری؟ بله ما مرگ داریم. نه جدی، من همیشه دوست داشتم یه تفنگ پینت بال داشته باشم خودم و خیلی هم دوست داشتم که باهاش یه ویدیو بسازیم، قدرت تفنگ پینت بال، کل تفنگ پینت بال رو تست کنیم که نشد. چون نیست. نه به صورت جدی، اصلا کمیابه، چون ما تحریمی مثلا وارد اصلا نیست. تفنگ پینت بال نیست، یعنی من هر جایی که رفتم یارو گفتش که نیست، یعنی اگه داری به من بفروش، هر قیمتی بخوای ازت می‌خرم. دست دوشو من قیمت کردم، میگفت 30-40 میلیون تومانی که اونم تازه بهت نمیفروشم، یعنی اینجوریه. و خب طبیعتاً تنها جایی که شما میتونید برید تفنگ پینت بال دستتون بگیرید بازی کنید تستش کنید همون باشگاهای پینت بالیه که همه جا هست و این موضوع تو کت من نمیره. من می‌خواستم که خودم اینجای تفنگ پینت بال داشته باشم و تستش کنم که نشد و امروز قراره خودم بسازم. بله ما اینجوری. پس اگه موافقی تا آخر ویدیو با من همراه باشی، چون قراره با 2300 هزار تومان نهایتاً یه تفنگ پینت بال بسازیم که شلیک میکنه. اینا گلوله‌های تفنگ‌های پینت باله که بچه‌ها به سختی گیر میاد، یعنی نمیفروشن. لااقل اون باشگاه پینت بالی که من میرفتم نمیفروخ به من، گفتم تو رو خدا تو منو میشناسی یه 20 تا دونه بده. واقعا 20 تا دونه داد. نامرد نکرد یه بسته کامل بهم بده 20 تا. گفت باشه 20 تا دونه وردا برو تست کن. خیلی سخت گیر میاد، یعنی من رفتم از سایتم بخرم، والا دردسر داره. همین 20 تا دونه رو تونستیم فعلا گیر بیاریم. ولی اگه موافق باشی میریم تو باشگاه پینت بال تفنگی که قراره بسازم و با تفنگ پینت بال واقعی تستش میکنیم. پس اگه موافقید حتما تو کامنت ها بنویسید که ویدیوی بعدی اون باشه. من خب الان داشتم در مورد اینا صحبت میکردم که اینا گلوله های تفنگای پینت باله، اونایی که بازی کردن میدونن تو این گلوله ها که تقریبا جنس نیمه سختی داره، یعنی انگار که یه پلاستیکیه که دست بزنی میره تو. توی اینا رو با رنگ پر میکنن که این شکلیه. بذار بازش کنم. ببین بچه‌ها این پاچید. این شکلیه، میبینید؟ توی تیراش در واقع اینه. گول ظاهرش هم نخورید چون خیلی سفته، یعنی وقتی میخوره بهتون کبود میشه. ولی به همین راحتی نمیتره که، یعنی باید تفنگتون خیلی زور داشته باشه که این تفنگه بتونه تیرو شلیک بکنه بعد بخوره به یه جایی بد بتره که، یعنی خیلی جنس سفتی داره. و اگر اونایی که رفتن بازی کردن میدونن حتما بهتون یه لباس مخصوص میدن، هر جا هم بخوره کبود میکنه، یعنی لباسه رو حتما باید بپوشید. و امروز من قراره یه تفنگی بسازم که نمیدونم اصلا میتونه همچین کاری بکنه یا نه. به نظرت میتونیم؟ نمیدونم. راه و چیزی که نیاز داریم اینجاست. اصلا هم کاری نداره، خیلی راحته. نگاه کنید، ما یه دونه بطری آب اینجا داریم که تهش یه والف فرو کردیم. والف هم همونیه که اینجوری تلمبه رو میزنن بهش پس 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 باد میزنن باد میشه، اونه. اون خیلی چیز سختی. اینجا دوتا زانوی آب داری، لوله آب داریم و یه شیر فلکه آب که کار ماشه رو انجام میده، یعنی اینجوری میزنی و باد با سرعت میاد توی لوله و تیرمون شلیک میشه. کلا همینقدر وسیله نیاز داریم. نگاه کنید، یه دونه بطری لوله آب، دوتا زانویه و یه دونه از این شیر فلکه ها و یه دونه والف که باید اینجوری بندازیمش این تو و اینجا رو یه دونه سوراخ بزنیم که کله والفو بدیم بیرون. این میخه رو داغ میکنیم، میزنیم به ته بطری تا یه سوراخ داشته باشیم. حالا این والفو میندازیم تو و باید کلهشو اینجا چجوری بگیرم. از جایزه گرفتن از این دستگاه شهر بازی سخت‌تره. و بعد از اینکه این بخش رو کاملا سفت کردیم و اینجا هم یه چسب مختصری زدیم، باید این زانویه رو، یعنی اینو بکنید تو این زانویه که اونایی که آشنایی دارن میدونن این لوله های آب فقط با حرارت یعنی شل میشن، میتونی باش باید بهش حرارت بدیم دوباره تا اینو بکنیم تو. خیلی هم زود شل مره. سریع. این چیزی که مشاهده میکنید تیشرت همه که پلاستیک داغ خورد بهش سوخت. پس حواستون باشه که الان خرج تفنگمون نزدیک 600 هزار تومان شد. خب من الان اینجا فقط نقشه رو کشیدم ولی هیچ اندازه دقیقی ندارم که الان این باید چند سانت باشه که من اینو فکر کنم انقدر. بس خیلی دقیق داریم چون خیلی دقیق کار میکنیم. از اینجا باید ببرم. بله این لوله عمودی که
اینجاست که اینجاش هم یه زانویی میخوره به سمت جلو. یه کمی هم باید به اینجاش حرارت بدیم و بکنیمش اینجا این شکلی. الان وقتشه که ماشه یه تفنگمونو بسازیم که همین شیر فلکه هست. نکنید وقتی میبندم باز میکنم این شکلی. اون اتفاقی که توش میفته اینه که اینو وقتی باز میکنی هوا ازش یهو خارج میشه و اینو الان باید یه جایی این وسط، این لوله تفنگمونه اینو باید یه جایی این وسط قرار بدم که راحت باشه شلیک. چون خیلی دقیق داریم کار میکنی. باید از اینجاها بازم حرارت برو میکنیم و اینم از لوله تفنگمون که اینجوری خیلی باحاله. اینم از آخرین قطعه تفنگ پینتبال ما آماده است. اونایی که تفنگ پینتبال دیدن میدونن که مکانیزمش دقیقا همین شکلیه. یعنی اینجا یه کپسول گاز CO2 وصل میکنن، بعد هر بار که میخوان شلیک کنن اینجوری باد میزنه و تیر شلیک میشه. ولی خب اینجا ما نمیشه گفت که دقیقا همونو ساختیم، ولی خب مکانیزمش همونه. فقط فرقی که داره اینه که تفنگ ما اسنایپره، اینجوری یه دونه شلیک داریم. یعنی باید باد بزنیم، دسته رو که ول میکنیم فقط یه شلیک داریم. و خب به نظرم برای قیمتی که هزینه کردیم خداییش خوبه. خداییش قفل. گلوله از اینجا وارد میشه و وقتی دسته رو ول کنیم اصلا بزن بهتون نشون بدیم. متاسفانه ما الان تلمبه دستی فیزیکی نداریم، مجبوریم که از این کمپرسور باد از این استفاده کنیم. این تلمبه برقیه که این قسمتش میخوره به فندکی ماشین و شروع میکنه باد زدن. این قسمتشو اینجوری میزنیم به اینجا، روشنش میکنیم، داره باد میشه. خوبه بس فکر کنم باید بریم تست کنیم ببینیم میشه شلیک کرد یا نه. حالا یه دونه از این گلوله های پینت بالو میندازیم تو لوله، نشونه میگیریم به اونجا و شلیک کرد. شلیک کرد دیدی؟ گلولمون خورد اینجا، ترکید. هورا بچه. اینم بهتون بگم که این گلوله ها درجه سختی های مختلفی داره. مثلا خیلی سفت داره، یکم سفت داره، شل داره، رنگاشون فرق میکنه. حالا بسته به این چیزایی که بهتون گفتم قیمتاش هم فرق میکنه، ولی من یه گلوله معمولی فکر کنم گرفتم و زدیم و اولین ترایی که کردیم موفقم یاده بود، موفقیت آمیز بود. بچه برای بار دوم باید هر بار باید بیایم اینجا اینو باد بزنیم. احمقیم. به خدا من حاضر بودم 40 تومن رو بدم تفنگه رو بخرم. بریم برای ضربه دوم و چقدر باله، خیلی باله. اسنایپر درست کردیم، میخوره شتلر توپش میتره که هدفه. میخوام باد بیشتری بزنم، احتمال ترکیدن مخزن بادمون هست، ولی خب اشکال نداره. اینو میزنم، فکر کنم هدفه دیگه اینقدی که باد زدیم بس باشه. بریم تست کنیم ببینیم چی میشه. این دفعه با زور بیشتر. واه! عجب شلیکی. این دفعه دیگه اینجوری شلکی نیومد، مستقیم زرد خورد به اینجا و ترکی. ممکنه کمه گندگوزی به نظر برسه و دقیقا همینطوره. یعنی زدن یه تخم مرغ با این اسلحه ممکنه گندگوزی به نظر برسه، ولی خب امتحان شرش که ضرری نداره. پس امتحان میکنیم. نزدیکم. تلاش دوم، تلاش سوم. این دفعه دیگه باید بخوره. آره زدم به تخمق، تخمق افتاد شکست. یعنی حتی نتونست یه تخمقو بشکنه. البته موفق دیگه ها. موفق شدیم. آره من امروز تا یه تخمق شکار نکنم دست میکشم. آماده ای؟ برو بریم. بالاخره تونستیم. درست فاصلمون 2 متره، ولی تونستیم یه تخمقو متلاشی کنیم. فوق‌العاده بود، جدی فوق‌العاده بود. چه قدرتی داشت، خیلی خوب بود. نگاه کن زد ترکون. و بعد از این موفقیت که تونستیم یه تخم مرغ شکار کنیم، وقتشه ببینیم که برد شلیکمون چقدره. یعنی اسلحه‌مون تا کجا میتونه گلوله رو پرتاب کنه. و برای اینکه بفهمیم برد اسلحه‌مون چقدره، میخوام یه شلیک عمودی داشته باشم. یعنی اینجوری مستقیم بگیرم شلیک کنم، ببینم چقدر طول میکشه دوباره برگرده پیش خودمون. آماده ای؟ برو. 3 2 1. اوه رفت تو زمین همسایه، خورد تو سقف همسایه. خیلی رفت هوا. میدونم که ممکنه دیوونگی به نظر برسه و همینطورم هست، ولی الان میخوام این اسلحه رو بدم به آقای فیلمبردار و خودم به عنوان موش آزمایشگاهی اینجا وایسم و هدف انسانی این اسلحه قرار بگیرم، ببینم اگه به من شلیک کنه روی یه انسان چه اتفاقی میفته. ولی برای ایمنی بیشتر باید ماسکمو بذار به اینجام. آماده ای؟ 3 2. خورد به اینجام، درد گرفت. لعنتی، خیلی درد داشت. خب از اونجایی که آقای فیلمبردار هم مثل من کور تشریف دارن، دوست دارم یه بار دیگه امتحان کنیم بزنه به اینجای سینم. آماده ای؟ هر وقت گفتم بزن. آماده ای؟ 1 2.
بمون. خیلی درد داره. خیلی خطرناکه. عین نسخه واقعیشه و این مهمه. اسلحه ای که درست کردیم دقیقا مثل نسخه واقعیش درد داره. سخت‌ترین بخشش فقط همینه. باید کله والفو یه جوری یه راهی هست. مفتول داری؟ مفتول فلزی؟ ته والفو اینجوری میذاریم اینجا بعد میکنیم این تو. اون شخصی که الان اونجاست میلاده داره باد میزنه. داره میاد. شما پیش خودتون بگید میلاد چقدر سوسوله داره اوخ میکنه. الان میخوام یه گلوله بزنم به اون هندونه که اونجاست تا ببینید که چه بلایی سر هندونه میاد که من الان اینقدر دردم گرفته. پس ترکید. هندونه ترکید. نگاه کن چه ضربه ای وارد کرد. سوراخ کرد هندونه رو. نگاه کن. ببین هندونه اولا که فقط اینجایی که گلوله خورد سوراخ نشد. اگه بتونیم ببینیم بچه رفته تو. نگاه کن ضربه ای که بهش زده یه قاچ به هندونه داده تا اینجا امتداد داره. ناموسن بهش نمیاد ولی خیلی خطرناکه. بهم قول بدید که تستش نمی کنید. من فقط اینجا میخواستم ببینم این چی میشه چون قبلا دیده بودم با همچین مکانیزمی چیزایی رو میسازن. گفتم که بیام منم تبدیلش بکنم به تفنگ پینت بال. فکر کنم جز معدود دفعاتیه که یه هندونه زیر دست ما هیف و میل نمیشه. بذار خواهد بذاریم یه هندونه بخوریم. بذار تو بگو از تیر گذشته است. با دلت نخواه.